معنای زندگی یه ساندویچ گوشته. شما سوالو میدونید، این سوالی ابدیه، سوالی که من و شما و دیگران رو شبها با فکر کردن بیدار نگه داشته، سوالی که به میزان یکسانی وحشت و کنجکاوی رو برای ذهن عاجز ما به وجود میاره. اون سوال اینه: چرا تو این جهان هستیم؟ هدف چیه؟ معنای زندگی چیه؟ خب خوشبختانه امروز صبح وقتی که تو باشگاه بودم جواب این سوال رو فهمیدم. میخوای بدونیم؟ خب من مطمئنم که جواب این سوال ساندویچ گوشته. نه، این حرف از سر گشنگی نمیزنم. واسه این حرف هم توضیح دارم و با وجود ظاهر گول زننده عنوان این مقاله کاملا براتون شرح میدم. اول از همه پیش از اون که بتونیم به درستی سوال معنای زندگی چیست رو مطرح کنیم، اول باید به موضوع مهمتر و ظریف‌تری بپردازیم. مشخصا این سوال که اصلا معنا چیه؟ خب معنا چیه؟ ممکن این سوال به نظرتون تأملی بسیار بی حاصل یا فرافلسفی بیاد. اگه اینطوری فکر میکنید ازتون دعوت میکنم لحظه به ساندویچ گوشت فکر کنید و یکم صبورانه با من همراه باشید. این مهمه ها. وقتی میگیم چیزی معنایی داره منظورمون چیه؟ به عنوان انسان ما دائما نیاز داریم به تمام وقایع زندگیمون معنا بدیم. مادرم منو در آغوش میگیره، این باید به این معنا باشه که دوستم داره. رئیسم از من تمجید میکنه، باید به این معنا باشه که کارم خوبه. فردا قرار آفتابی باشه، این باید به این معنا باشه که میتونم تیشرت باب اسفنجی خیلی خفنمو برای مدرسه بپوشم. معنا پیوندی بین دو تجربه یا واقعه تو ذهن ماست. الف اتفاق میفته، بعد ب اتفاق میفته و ما فکر میکنیم معنای اون اینه که الف باعث ایجاد ب میشه، ولی پ اتفاق میفته و خیلی مایوس و ناراحت میشیم، بنابراین فکر میکنیم پ افتضاحه. گرفتین چی میگم؟ ذهن ما معنا میسازه به همون شکلی که سگ میرینه. سگا با رضایت این کار رو انجام میدن و حتی متوجه نمیشن دارن فرشو کثیف میکنن. ذهن ما به عنوان روشی برای توضیح تمام اتفاقات دیوانواری که تو جهان اطرافمون رخ میده معنا میسازه. این مهمه ها، چون به ما کمک میکنه زندگی رو پیش بینی و کنترل کنیم. حالا بیایم یکم جدی تر باشیم. معنا ساختار ذهنی قراردادی ماست. 50 نفر میتونن ناظر یه اتفاق باشن و 50 معنای متفاوت ازش برداشت کنن. به همین علته که تو سیاست کشمکش‌های زیادی وجود داره. به همین خاطره که شاهدای عینی توی دادگاه بسیار بسیار غیرقابل اعتمادن. و به همین خاطره که گاهی دوستانتون دلازارترین افرادن، چون از معنایی که با اونها در میان گذاشتید برداشت کاملا متفاوتی دارن. انواع معنا در زندگی. ذهن ما دو نوع متفاوت معنا می سازه. یک، معنای علت و معلولی. به توپ ضربه می زنید، توپ حرکت می کنه. به دوستتون میگید موهاش زشت شده، دوستتون بهتون سیلی میزنه. شما الف رو با اطمینان خاطر انجام میدید و نتیجهش ب میشه. همه ما برای بقا به معنای علت و معلولی نیازمندیم. بهمون کمک میکنه آینده رو پیش بینی کنیم و از گذشته درس بگیریم. معنای علت و معلولی اساساً بخش منطقی مغزمون رو درگیر میکنه. برای مثال علم همیشه در جستجوی مداوم معناهای علت و معلولیه. دو، معنای بهتر و بدتر. سیری بهتر از گرسنگیه. پول در آوردن بهتر از ورشکستگیه. تقسیم کردن بهتر از دزدیدنه. معنای بهتر و بدتری به طبیعت ارزش‌های زندگیمون برمیگرده. چیزایی که تو زندگی به عنوان مهمترین‌ها و مفیدترین‌ها قلمداد می‌کنیم. معناهای بهتر و بدتری اساساً به بخش احساسی مغزمون مربوط میشن. اصولاً اون چه که باعث میشه احساس خوبی داشته باشیم همون چیزیه که اون رو خوب یا بهتر قلمداد میکنیم. هر دو صورت معنا برای کمک به بقا تو مغز ما فرگشت پیدا کردن. طی هزاران سال انسان‌ها باید به یاد می‌آوردن هر غذای کجا پیدا میشه.
حیوانات مختلف موقع شکار چه واکنشی نشون میدن؟ الگوی آب و هوا چجوری تغییر میکنه و چجوری میشه نقشه زمین رو خوند؟ همینطور باید میدونستن چه چیزی باعث میشه اونها تو قبیله پذیرفته بشن و چه چیزی باعث جلب توجه دوستان میشه و چه چیزی باعث جلب رضایت مرد یا زنی میشه که اون طرف ایستاده و لباسی از پوست شیر به تن داره. پس از این نگاه معنا ابزار طبیعت برای ایجاد انگیزه بوده. فرگشت به این وسیله تضمین کرده که کارامونو انجام میدیم. معنا به تمام کارهامون جهت میده. وقتی معنای بزرگ به چیزی پیوند خورده باشه، مثل بیماری یا گرسنگی فرزندمون، دیوانوار تلاش میکنیم اوضاع رو درست کنیم. گاهی افراد حتی فراتر میرن و جونشون رو برای معنای بزرگتر فدا میکنن. رجوع کنید به تمام جنگهای تاریخ. معنا تا این حد در به حرکت در آوردن افراد مؤثره. در مقابل وقتی نبود معنا رو در زندگی احساس میکنیم، وقتی هیچ چیزی برامون اهمیتی نداره، وقتی برای چرایی یا چگونگی وقوع اتفاقات توضیحی نداریم، هیچ کاری انجام نمیدیم. روی صندلی میشینیم و با شستمون بازی میکنیم و سریالای تکراری میبینیم و تو اینترنت از پخش سریالای تکراری ایراد میگیریم. اما نکته اصلی اینجاست و قسم میخورم به ساندویج گوشتم میرسیم، صبر کنید. معنا بذریه که باید در زندگی خودمون بکاریم. معنا چیزی نیست که اون بیرون وجود داشته باشه. حقیقتی کیهانی نیست که در انتظار کشف شدن باشه. لحظه ای طلایی نیست که زندگیمون رو برای همیشه تغییر بده. معنا نیازمند عمله. معنا چیزیه که باید به صورت مستمر و مداوم اون رو پیدا کنیم و پرورش بدیم. معنا مثل آب برای سلامت روانی ماست. بدون اون ذهن و دلمون پژمرده میشه و میمیره و معنا مثل آب تو وجودمون جریان داره. چیزی که امروز اهمیت داره چیزی نیست که چند سال پیش اهمیت داشته. چیزی که فردا اهمیت خواهد داشت با چیزی که امروز اهمیت داره لزوماً یکسان نیست. معنا باید پیاپی جستجو بشه و بازسازی بشه. چگونه معنا را در زندگی خود بیابیم؟ به صورت منطقی معنای زندگی ایجاد معناست. دقت کنید، معنای زندگی ایجاد معناست. خب حالا انسان چطوری میتونه معنا بسازه؟ دو راه داره. یک، حل مشکلات. هر اندازه مشکلی بزرگتر باشه، انسان به همون اندازه معنای بیشتری احساس میکنه. هر اندازه در جهت حل یه مشکل کار بیشتری انجام بدید، همون اندازه معنای بیشتری احساس میکنید. حل مشکلات اساساً به معنای یافتن راهیه که جهان رو کمی بهتر کنید. این راه میتونه به سادگی تعمیر خونه ویران شده مادر سال خوردتون باشه یا میتونه به پیچیدگی تحول جدید در زمینه فیزیک باشه. منظور اینه که مشکل پسند نباشید. البته وقتی به ناچیز بودن خودمون در ابعاد کیهانی جهان هستی فکر میکنیم، به راحتی ممکنه انجام هر کاری جز نجات جهان یا امثال اون برامون بیفایده به نظر برسه. اما این موضوع فقط حواستون رو پرت میکنه. روزانه هزاران مشکل کوچیک وجود دارن که به توجه شما نیاز دارن. به اونا بپردازید. دو، به دیگران کمک کنید. این مهمترین کار ماست. ما به عنوان انسان برای پیشرفت به روابطمون گره خوردیم. تحقیقات نشون میدن سلامت کلی ما با کیفیت روابطمون ارتباط عمیقی داره و بهترین شیوه ایجاد روابط سالم از طریق کمک کردن به دیگرانه. در حقیقت حتی برخی تحقیقات بیانگر اینن که بخشیدن وسایل به دیگران در قیاس با بخشیدن اونها به خودمون ما رو شادتر میکنه. بنابراین به نظر میرسه در مغز ما یه برنامه ریزی هست که کمک کردن به دیگران باعث میشه معنا و هدفی بزرگتر رو حس کنیم. صرفا همین که بتونید به خودتون بگید زندگی من زندگی چند نفر دیگر رو بهتر کرده، احساس معنایی رو ایجاد میکنه که شما رو به ادامه تلاش سوق میده. تله هدف گذاری.
خیلی از آدم ها با هدف گذاری برای خودشون معنا رو پیدا می کنن. اونا دفتر ریاست، ماشین شاسی بلند و کفشای شیک می خوان و این دلیلیه که اونا صبح از خواب بیدار می شن. دلیلیه که باعث میشه سر کارشون تلاش کنن. این موضوع باعث میشه حس مهم بودن داشته باشن و در انتظار روزهای بعد باشن. اما اهداف شمشیرهای دولبن، مراقبشون باشید. اهداف برای ایجاد انگیزه ابزار خوبی هن، اما مشکل اینجاست که به تنهایی پوچ و قراردادی هن. اگه چرای پرمعنایی در پس اهداف وجود نداشته باشه، خود هدف شادی و رضایتمندی بلند مدت فراهم نمی کنه. تا به حال تقلای ستاره های ورزشی پس از بازنشستگیشون رو دیدین؟ یا فردی که بالاخره میلیونر شده اما احساس بدبختی میکنه چون نمیدونه چه کار دیگه ای تو زندگی انجام بده؟ اهداف خطرناکن، چرا که معنایی رو که در زمان تلاش برای رسیدن به اونها براتون فراهم کرده بودن، هنگام دستیابی ازتون میگیرن. به همین خاطره که چیزای ظاهری مثل کسب درآمد میلیارد دلاری یا خرید رولز رویس یا چاپ عکستون روی جلد مجله شما رو به شادیی گذرا و توخالی میرسونن، چون معنای اونها سطحی و کم دوامه. باید تو اهدافتون معنای عمیق‌تری وجود داشته باشه، در غیر این صورت اهداف به خودی خود در دراز مدت بی ارزش و تهی خواهند بود. توجه کنید ورزشکارایی که با اهدافی فراتر از ورزششون میخوان بهترین باشن، اهدافی مثل تأسیس خیریه، راه اندازی یک کسب و کار، تغییر حرفه و غیره، با بازنشستگیشون بهتر کنار میان. دقت کنید میلیونرهایی که تمام زندگیشون رو برای رسیدن به هدفی عمیق‌تر کار کردن، زمانی که تک تک اهدافشون رو تو فهرستشون تیک میزنن، شادیشون باقی میمونه و از بین نمیره. اما بعضی از اهداف نباید لزوماً بزرگ و جذاب باشن. یه ساندویچ گوشت رو در نظر بگیرید. من وقتی شروع کردم به نوشتن این مقاله گشنم بود. این همین الان مشکلی تو زندگیمه. پس به خودم قول دادم قبل از درست کردن ساندویچ برای خودم این پیشنویس رو تموم کنم. این موضوع به این ساعت از وقتم معنای بیشتری بخشید. اصلا میدونید چیه؟ شاید همسرم هم گرسنه باشه و بتونم برای اونم یه ساندویچ درست کنم. به هر حال من که دست به کار شدم، پس یه کاری هم بکنم برای بهبود دنیای دیگران. پس معنای زندگی چیه؟ خب واسه من الان یه ساندویچ گوشته. برای شما چیه؟